من البته اوجی بودم تصدیق هایی که برای رشد و گسترش جامعه شهروندی، پیشرفت جامعه شهروندی، پیشرفت یک کشور حقوق بنیاد زینه به زینه باید که همین توصیه ها عملی شود. در حالی که در همین 5 سالی که حکومت جمهوری تاجیکستان اون پیشنهاد های و ارائه‌ای که از طرف سازمان ملل متحد شده بود به نظر گرفته خیلی به یک مرحله تازه وارد گشت و گشت در آینده فکر میکنم که همین مرحله ادامه مییابد و رشد جامعه شهروندی، دموکراتیکونی جامعه شهروندی مرحله به مرحله در تاجیکستان گسترش مییابد، چون که همین توصیه که حکومت تاجیکستان و حسابات 5 ساله که پیشنهاد کرد نشانه اون است که قدم به قدم سال به سال روند دموکراتیکونی جامعه خیلی با یک سمت بهبودی حرکت در این باره باید بگم که وقتی که سامانه های اینترنتی بسته می شوند این البته در بین مردم یک سر و صدا های بسیاری بالا می برد، چون که امروز اکثریت کلی مردم دسترسی از این سامانه ها رو دارند و خوب می بود که همون توصیه هایی که از جانب در این جلسه اشتراک داشته نماینده های کشورهای دیگر که صدا دادن از طرف حکومت تاجیکستان به نظر گرفته می شدن و البته ما گفته نمی توانیم که اون مواد هایی که در سامانه ها پیدا می شود همه آنها از نقطه نظر اخلاق و از نقطه نظر فرض کردیم کسبیت ژورنالیستی تا اندازه یک ماهیت و محبوبیت دارد، ولی من فکر میکنم که همان آداب نگارندگی در سامانه ها که نیست البته بعضاً نقطه های نظر خلاف به نظر می رسد. استاد به نظرتان همین گزارش در باره آزادی بیان و حقوق بشر تا کجا قانع کردین از آن شورا را از صحبت نظری که گفتن؟ شورای در نظر بشر بنا. خب اون چیز البته من بار دیگر میگم که آزادی بیان اون چیزی که غرب میخواهد شرق اون چیزا تحمل ندارد. از اساسی که روح نیوف این مسئله تحریزی نکردن مسئله کنوینسی اوید حقوق معیوبان متاسفانه ما سال 2011 نیز این رو پیش نیاد کرده بودیم و اون وقت گروه کوری دستگیری نکرد این رو نگاه نکرده با اون که ما دو هفته پیش در وزارت تندرستی حفظ اجتماعی واخورده بودیم و با ما گفتن که مسئله کنوینسی قریب که حل خود رو یافت و این سال قبول می شود، اما در برآمد گروه حکومتی این چیز نبود. من فکر میکنم که اگر این راست باشد و تا آخر سال قبول کرده شود این حجت مهم برای ما خوب میشود که همچون دستاورد امروز اون را نیز میگفتم. چنان که از این گزارش دیدیم نماینده های تاجیکستان یعنی تلاش کردند که یعنی موضوع های مورد نگرانی جامعه جهانی را یعنی به هر نوع تلاش کردند که اون را قانع بکنند، ولی از توصیه های نماینده های دیگر کشورها دیدیم که اونها از مشکلات ها از مشکلات های داخلی تاجیکستان واقعا آگاهند. گزارش نماینده های تاجیکستان را نمی شود واقع بینانه گفت، چون یک نوع در شکل دفاع کردن از خودشان بود.